شبکه فعال جوانان برای تغییر و ثبات افغانستان نشر گزارش یونما در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان را ناقص و یک طرفه می‌خواند. از وی این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که هرگاه ملل متحد به نشر این گونه گزارشاتش ادامه دهد، بی‌طرفی آنان زیر سوال خواهد رفت. آنها گفتند که نیروهای امنیتی افغان عامل تلفات افراد ملکی نبوده و در این گزارش نباید نسبت تلفات ملکی در افغانستان به نیروهای افغان داده می شد. اجمل سیاس، یک تن از اعضای این شبکه، به رادیو آزادی گفت: نو که چیر تا دا ملگر ملتون و سازمان پا واقعی اوارخیز توگه بنده هغه موضوعات چې په افغانستان او منطقه کې جریان لري هغه په واقعي او لکه څنګه چې دی انعکاس ورنه کې په خپل گزارشونو کې دا شک په دوی باندې هم کېږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري. نو زموږ غوښتنه ډېر روښانه ده او هغه دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یا بل هر سازمان چې یا حرکت یا جریان چې د افغانستان د قضایاو په ارتباط باندې گزارشونه او رپورونه خبرایی باید د افغانستان د واقعي وضعیت پر بنسټ وي او هر اړخیز وي او باغې کې عوامل او اصلي عاملونه مشخص شي باید وي. آنها تاکید کردند که عاملین اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبان مسلح و گروه‌های مخالف دیگرند. در گزارش یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که در سال 2015 میلادی 3545 فرد ملکی در افغانستان کشته و 7457 تن زخمی شدند که مسئول 62% آنان طالبان مسلح و 17% آنان نیروهای امنیتی افغان خوانده شده اند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.